فرار امام جمعه مشهور تهران از جبهه مرد آزادی کجاست؟ داعش به مرزهای ایران نزدیک شد. لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما تاریخ نویس مشهوری درباره احمد خاتمی امام جمعه دعا تشریه تهران مطلبی گفته که باعث عصبانیت و داستان سرایی خبرگزاری های تندرو داخلی شده است. فارس نوشت با شنیدن مطلبی در رسانه های اجتماعی با القای برداشت های شخصی کسی از خاطرات جبهه یک راوی که گفته بود شب در مقرمان در احواز مستقر بودیم. یکی از آنها روحانیون که خیلی ترسیده بود با اصرار و التماس به من گفت شما را به خدا ما را همین امشب برگردانید. راوی میگوید من به او گفتم بزرگوار این بچه هایی که شب و روز زیر آتش گلوله و خمپاره هستند جارشان را از سر راه نیاوردند. یک شب هم اینجا بمان تا بفهمیم بسیجی ها چه سختی هایی را دارند تحمل می کنند. و او جواب داد اینا وظیفه شونه که به جنگن من هم وظیفم اینه که درس بخونم آقای منتظری گفته در آینده مشتهد میشم این وسط راوی دوم که میخواهد برداشت شخصی خودش را مطرح و احتمالاً القا کند می که راوی که در خاطراتش ایش اسمی از شخصی نبرده است از خود او یعنی آقای راوی پرسیدم جواب نداد گفتم حدس من آقای سید احمد خاتمی است درست است با تاسف به علامت تایید سری تکان داد بنده با مطلع شدن از این مطلب با اینکه کز بودن آن و القاعات شخصی آن برایم ایان بود چرا که کسی که به ترسد اصلا به جبه نمی رود اما به عنوان شاگرد نزدیک به آیت الله خاتمی سوالی را از ایشان پرسیدم که آیا این مطلب صحیح است یا نه؟ تمایل دارم که لطفا جواب شفاف دهید احمد خاتمی با تاسف سری تکان دادند و در پاسخ سوالم گفتند بنده پیش بینی می کردم در نبودم بعد از مرگم دروغ های زیادی در موردم منتشر شود ولی خوشحالم که این دروغها در زمان حیاتم منتشر شد تا پاسخگو باشم من این دروغ های آشکار را هزینه ارزش مداری و حرکت در مدار ولایت می بیرم. من آن روزه که در خطبه جمعه قاطعانه و بدون ترس از کسی علیه دشمنان ولایت موضع می گرفتم این دروغها را پیش بینی می کردم. اما باید بگویم مطالب گفته شده مساق این سخن است که امامزاده یعقوب را در مصر بالای مناره گرگ پاره کرد در حالی که یک یوسف بود و نه یعقوب دو یوسف امامزاده نبود بلکه پیغمبرزاده بود سه در مصر نبود بلکه در کنعان بود چهار بالای مناره نبود بلکه در چاه بود پنج از اصل دروغ بود تمام این مطالب که به زم راوی دوم به من نسبت داده شده است. هم دروغ است و هم حالا باید بگردید دنبال پرتغال فروش. چرا که یک من اولین اعزام به جبه هم قبل از عملیات فتح المبین در خط مقدم در زیر آتش دشمن بودم و به فضل خداوند مقاومت کردیم. دوم اینکه او گفت این وظیفه شان است و آقای منتظری چنین گفته دروغ آشکار است. خود راوی هم در خاطراتش و هم در مصاحبه های اختصاصیش تکذیب کرده است. جبه جای تضعیف روحی رزمندگان نیست. فقط تقویت بخشی و دادن روحیه اساس کار همه روحانیون و علمای حاضر در صحنه بوده است. شگفت از این همه دروغ که اگر راوی تکذیب نکرده بود بسیاری از فرماندهانی که بعضی به شهادت رسیدند شاهد اصرار فراوان همه روحانیون تبلیغی برای رفتن به خط مقدم بودند بنده نیز عرض کردم اولین اعزامم با مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید حسین سعیدی به جبهه بود که خاطرات این عرصه ها محفوظ و قابل دسترسی است پنج امیدم به استفاده کنندگان بسیر و زیرک در فضای مجازی است که تحت تاثیر این دروغ ها علیه بنده کمترین و روحانیت قیور و حماسه ساز قرار نمی گیرند. شش یقین دارم این دروغ آخرین دروغ نسبت داده شده به من نیست آنچنان که اولین هم نبوده هدف این القاعات سید احمد خاتمی نیست هدف خط و جهتی است که خاتمی در آن است میخواهند آن را تخریب کنند و به یاری خداوند در سرات مستقیم که سرات ولایت است ثابت قدم و استوار بمانیم انشاالله ویدیویی که در آن یک مرد در ایران شعار میدهد مرگ بر شاه مرگ بر خامنه زنده با آزادی طی روزهای اخیر توسط کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر شده و این کاربران با راه اندازی طوفان توییتری با هشتک مرد آزادی کجاست خواستار روشن شدن سرنوشت او پس از دستگیری شدند کاربران ایرانی با راه اندازی کمپینی با هشتک مرد آزادی کجاست در شبکه های اجتماعی خواستار افشای سرنوشت مردی شدند که در خیابانی در تهران مرکز پایتخت ایران شعار میداد مرگ بر شاه مرگ بر خامنه زنده باد آزادی او بلافاصله پس از این اقدام ناپدید شده این مرد چند روز پیش روی جعبه برق که حالت سکو دارد مانند دختران خیابان انقلاب بالا رفت و شعار داد این روش اعتراض شبیه موج اعتراضات دختران خیابان انقلاب در برابر حجاب اجباری بود که تیان ویدا موحد در دسامبر 2017 روی جبه برق در خیابان انقلاب بالا رفت و در حالی که روسری خود را به چوب بسته بود آن را تکان داد و این اقدام او موج ایجاد کرد و باعث تکرار حرکت او توسط دهها دختر شد که اغلب نیز دستگیر شدند کاربران ایرانی در توییتر خواستار شفاف سازی درباره هویت این مرد و سرنوشت او شدند. در این ویدیوی منتشر شده از این مرد صدای زنی شنیده می شود که می گوید آنها او را می برند. آنها معموران امنیتی او را میبرند که نشان میدهد این مرد دستگیر شده است تا کنون هویت این مرد یا محل نگهداریش مشخص نشده است همانطور که هنگام دستگیری ویدا موحد چنین اتفاقی رخ داده اما جنبش مرد آزادی کل ساختار نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و علیه آن شعار داد همچنین شعارهای او علیه شاه نشان میدهد که او با هر دو نوع حکومت سابق و کنونی در ایران مخالف است و آنها را باعث سرکوب آزادی می داند. سی و مابان ماه 1396 بود که فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی به سید علی خامنه ای رهبر ایران پایان داعش را به صورت رسمی اعلام کرد و رئیس جمهوری اسلامی ایران هم این پیروزی بزرگ را به خامنه ای تبریک گفته. اما حالا با گذشت بیش از سه سال از آن تاریخ برافراشته شدن مجدد پرچم حکومت اسلامی عراق و شام داعش در مناطقی از استانهای سلیمانیه و حلبچه در اقلیم کردستان عراق و در نزدیکی مرزهای ایران خبرساز شده است. در روزهای گذشته نخست برافراشته شدن پرچم داعش در روستای بردرش از توابع شهرستان سید صادق استان سلیمانیه در نزدیکی مرزهای ایران توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. مدتی از این خبر نگذشته بود که افراشتن پرچم دیگری از حکومت اسلامی در حد فاصل شهرستان شهر و زور و در بندیخان خبرساز شد. پرچم سوم نیز در نزدیکی روستای کانیسپیکه از توابع شهرستان پینجوین به احتزاز درآمد و سپس با انفجار بمبی دو عضو نیروهای امنیتی شهر زور زخمی شدند حالا نیروهای امنیتی اقلیم کردستان درباره تحرک داعش اعلام کردند که نیروهای امنیتی سلیمانیه با همکاری نیروهای مستقر در مناطق شهر زور، سید صادق، حلبچه و پینجوین برنامه گسترده ای را برای پیگیری این اتفاق در نقاط مختلف آغاز کردند. بر اساس اعلام فرماندهی نیروهای امنیتی سلیمانیه، موسوم به آسایش یک هسته مخفی از عوامل حکومت اسلامی شام و نیز در مناطق مورد اشاره شناسایی و دستگیر شدند در بیانیه فرماندهی نیروهای امنیتی سلیمانیه تاکید شده است که اعضای این هسته مخفی داعش دستگیر شدند. آنان ادعا کردند تعدادی از عوامل این تحرکات افراد محلی هستند که شماری از آنها سابقه عضویت در القاعده شاخه کردستان عراق را دارند. همچنین دو عضو عرب این عملیات اخیر داعش در کردستان عراق نیز به همراه تعداد دیگری در حلبچه دستگیر شدند بنابر اخبار منتشره در میان دستگیر شدگان چند زن نیز به چشم میخورند فرماندهی نیروهای امنیتی سلیمانیه در بیانیه خود تاکید کرد تحقیقات در خصوص این وقایع همچنان ادامه دارد و در آینده اطلاعات بیشتری از این گروه اهداف و برنامه های آنان منتشر خواهد شد گفته می شود عوامل داعش برای انجام سلسله انفجارهایی در شهرهای مختلف اقلیم کردستان برنامه ریزی کرده بودند.